خب سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه وردیا هستم امروز چهارشنبه 24 روم فوریه 2021 هست و میخوایم بریم که یک روز خیلی فوق رو داشته باشیم تغییر فوق ای رو داشته باشیم از اخبارمون شروع میکنیم کنیم طبق روال همیشه و از اخبار به بیت کوین می رسیم و بعد از اون میریم سراغ بازارهای کلاسیکمون و اونها رو با هم بررسی می پس با ما, ما همراه باشیم تا بریم به کارهامون برسیم من از طبق معمول اخبار از اخبار کووید شروع می کنم واکسن جانسون ان جانسون ظاهرا 72 درصد مؤثر واقع شده خب این خیلی خبر خوبی است و در حال منتظر تاییدیه هست برای اینکه استفاده بشه در, در واقع موارد ضروری موارد امرجنسی من اینجا یه نموداری دارم نموداری بود که حالا بارها بارها با هم دنبال کردیم الان می خوام یکم دقیق‌تر دوباره نگاش کنیم از سمت چپ شروع می تعداد تست های روزانه، تعداد درواقع کیس های روزانه، تعداد بیمارستانی ها و تعداد مرگومیر هست. طبیعتا فقط توی آمریکا و خب داریم میبینیم که از شروع سال 2021 یک بازگشتی رو داشتیم از نوک قله خیلی خیلی خوشحال کننده است مخصوصا تعداد مرگومیر امیدواریم که همه جای دنیا این درواقع اتمام این موج ها دیده بشه. و خب این میتونه خبر خوبی باشه هرچند هرچند که باید توجه داشته باشیم که از 2021 به این ور در واقع کرایتریا و واحد نوع اندازه‌گیری تعداد کیس های مثبت تغییر کرد این, این به به همین دلیلی که ما سقوط بزرگتری اینجا داشتیم اما چیزی که خوشحال کننده از کاهش تعداد بیمارستانی ها و مخصوصا تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا امیدواریم که همینطور ادامه پیدا بکنه اما به فارکس فکتوری بیایم اخبار در واقع کوانتمون رو بخوایم نگاه بکنیم آقای پاول امروز دوباره تستیفای داشت یک جلسه پرسش و پاسخی رو داشت و همچنین از پوند هم مانیتری پالیسی رو داشتیم از نیوزیلند هم مانیتری پالیسی رو داشتیم من راجب پاول جلوتر صحبت میکنم اما در مورد پوند صحبتی که کردن این صحبت خیلی جالب این همون حرفی است که ما بارها و بارها داریم میزنیم ببینید نیاز به اخبار خیلی بزرگی هست که بتونن سرعت کوانتیتیو ایزینگ یا در واقع آسانگیری اقتصادی رو تغییر بدن این همه جای دنیاست این فقط انگلیس نیست آمریکا هم همینه پاول به یک زبان دیگه همین رو گفت دوستان وقتی دولت ها شروع کردن به فول چاپ کردن و اقتصاد رو یه جوری برگردوندن با به زور حداقل میشه برگردوندن بالا با این کوانتیتی ویزینگ با این آسانگیری اقتصادی هر موقع جلوش رو بگیرن باعث چی میشه باعث برگشتن همه کارهایی که کرده باعث رشته شدن همه پنبه شدن همه رشته هایی که کرده بودن میشه خب و این حرفی که اینجا داره زده میشه پس میگم چه در انگلیس چه در 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 واقع اروپا چه در آمریکا سرعت این در واقع کانت دیویزینگ رو نمیتونن تعقیب بدن مگر اینکه خبر خاصی اتفاق بیفته مگر اینکه بتونن یه دلیلی داشته باشن که آقا مثلا کرونا ریشه‌کن شد یا فلان اتفاق افتاد یا فلان لاکداون بر برداشته شد حالا میتونن که یک ذره در واقع سیاست و اقتصادی رو سختگیرانه تر بکنن اونم نه خیلی سختگیرانه اما از, از صحبت های پاول ادامه بدیم بسیار بسیار داویش بود صحبتاش طبیعتا دوباره صحبت کرد از اینکه هنوز خیلی راه there is a long way to go to maximum employment هنوز خیلی راه داریم تا اینکه به نرخ بیکاری در واقع مینیمم برسیم یا ماکسیمم نرخ کارها برسیم و ممکنه که بیش از سه سال طول بکشه تا دوباره به چی برسیم تا دوباره به نرخ تورم دو درصدی برسیم سه سال از سال 2021 میشه چند میشه سال 2024 پس حواسمون باشه چقدر فاصله داریم و دوباره همین صحبت رو کرده که به همین دلیل هیچ دلیلی وجود نداره که الان وارد کوانتیتیو تایتنینگ یا سختگیری اقتصادی بخوایم بشیم خب پس پس اینها یه طرف یه صحبتی کرده من واقعا عجیبه واسم میگه که ما در دنیایی زندگی میکنیم که فشار در واقع انقبازی دیس وجود داره برعکس تورمی و به نظرم این صحبت خیلی عجیبه همه جا داره اینفلیشن دیده میشه همه جا داریم تورم رو میبینیم و اینجا هم حتی... این جملهش هم حتی عجیبه که میگه بعضی از دارایی ها قیمتشون افزایش پیدا کرده یه ذره اصلا اینطور نیست من بیام رو نمودار نشونتون بدم بیایم نمودار رو نمودار هفتگی این طلا رو ببینید نقره رو ببینید نفت رو ببینید چه اتفاقی براش افتاد نفت رو 63 دلار داره ترید میشه وید گندم رو ببینید چه دونه سویا رو ببینید اینها همشون با هم هستن که دارن افزایش پیدا میکنن فقط بازار سهام فقط این ور نیست اتفاق خیلی بزرگتری در دنیا داره میفته و خیلی جالبه که در واقع بانک مرکزی آمریکا و تمام بانک مرکزی های دنیا خیلی راحت چشماشون رو به این قضیه میبندن و میگن که این یک میکس پیکچره که اینطور نیست اینا سیگنال دوستان دوستانی که دنبال سیگنال میگردن دنبال خبر فاندامنتال واقعی میگردن این خبر است که میتونه موثر باشه این چیزیست که مهمه نه توی تیلان ماسک نه توی تیکس و نه صحبت های آقای هیچ کس آقای ایکس و ایگرگ. اصلا مهم نیست چیزی که مهمه این حرف هاست که آقای کیو ای ادامه داره سه سال طول میکشه برگردیم به دو درصد اینفلیشن این یعنی چی این یعنی همه چی حالا حالا قرار افزایش داشته باشه یعنی چی یعنی که دلار تکماکان قراره که توی روندش ادامه بده به سمت پایین سیگنال رو از نویز تشخیص بدین اما خب ترژری ها یا بازده نرخ نرخ بازده اوراق بهره آمریکا ده ساله و سی سالش افزایش داشتن و این افزایش باعث شد که یک فشاری وجود داشته باشه روی در واقع بازار بورس یک سقوط خیلی کوچیک گذاشتیم داشتیم توی تکنیکال بیشتر بهش میرسیم و اینیم که چطور تاثیرش رو گذاشته دقیقا اما من میخوام راجع به موضوع مهمتری صحبت کنم و اون موضوع بابل حباب ها و کرش هستش اینجا یک نمودار خیلی جالب آورده شده از سال 2000 اینجا از سال 1994 تا 2005 رو داریم میبینیم که دات بابل معروف بود حباب بابل حباب و میخوام یه نکته که میخوام بهتون نشون بدم و میخوام با دقت نگاه کنیم بذاریم من توی عکس بزرگتر شدهش نشونتون بدم ببینید وقتی که این رشد صورت میگیره وقتی که وارد یک داریم میشیم دو تا فاز اصلی وجود داره یه فاز این رشد آرومه خب این رشد نسبتا طبیعی و روی ترنلاین و یه از یک نقطه‌ای به بعد از دو سه ماه آخر سال 1999 به طور خاصین رو دیدیم از یک نقطه‌ای به بعد ماه اول ژانویه سال 2000 یک یوفوریا یا یک سرخوشی به وجود میاد این نقطه خطرناک‌ترین نقطه بازار است آیا الان اینجا هستیم نه آیا چه تو بازار بورس چه تو بیت کوین آیا الان اینجا هستیم آیا در یوفوریا به سر میبریم نه کی باید خارج بشیم کی چی میتونه سیگنالی برای ما باشه برای خروج چه در بیت کوین چه در بازار بورس فرق نمیکنه وقتی که این یوفوریا اتفاق افتاد وقتی که قیمت شروع کرد به عمودی حرکت کردن به صاف بالا رفتن شاهد چی هستیم یک سقوط خیلی بزرگ اینجا سقوط چقدری بود از 5000 تا حدود 2000 تا 3500 خب پس یه سقوط خیلی بزرگ رو دیدیم بعد از اون چی میبینیم؟ یک باونس میبینیم یک بازگشت کوچیک میبینیم به بالا و بعد از اون همه چی ادامه پیدا میکنه به سمت پایین چه اتفاقی میافته اینجا همه معتقدن که خب همه چی فوق العاده است، همه چی عالیه. وقتی سقوط اتفاق میفته، برمیگرده بالا، دوباره کماکان امید وجود داره. نه، میتونه همه چی برگرده، همه چیز عادی میشه، تموم شد، ترس اینا تموم شد، پشت. همه چی میریز. این فقط توی بازار بورس نیست، دقت کنید. این سال 2000 بازار بورس من الان میخوام بیام چی رو بدم؟ من میخوام بیام بیت کوین سال 2017 در نشونتون بدم ببینید چقدر شبیه ببینید چقدر شبیه نمودار سه روزه رو میارم آه، بهتر دیده میشه حرکت آروم به سمت بالا آروم 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 یوفوریا حرکت عمودی نگاه کنید این توی سه روزه حرکت از 12000 دلار تا 16000 دلار توی یک روز بود یوفوریا انتهای یوفوریا بعدش چی بعدش یک سقوط خیلی بزرگ بعدش یک سقوط خیلی بزرگ درصد بخوایم بگیریم اندازه بگیریم چقدره سقوط 43 درصدی بعدش چه اتفاقی افتاد بازگشت بازگشت امید همه اینجا امیدوارن روی هفته و خدافظ. دیگه قیمت هفته هزار دیده نشد تا کی تا چهار سال بعد در سال 2021 و در 2020 اینجا هم همینه منتظر همین اتفاق هستیم الان نه الان خیلی زوده الان قیمت اصلا عمودی داره حرکت نمیکنه این پول که داریم میبینیم من واسه همین میگم خیلی مهمن و بازار رو سالم نگه میدارن اگر این تصیحات دیده نشن یعنی چی یعنی داریم به انتهای مسیر نزدیک میشیم ولی الان با انتهای مسیر فاصله زیاد داریم این به حال آناتومی در واقع بابل حبابه که میخواستیم نشونتون بدیم سیسکو و تسلا رو اینجا داریم میبینیم نمودارهای هفتگیشون نمودارهای ماهانه شون رو ببخشید و میبینیم که چقدر شبیه نیمه اول حباب هستن یه نکته در مورد حباب ها خیلی مهمه من کوتاه بگم اونم این که حباب رو نمیشه تشخیص داد تا وقتی که واقعا بهتری که پس هیچ وقت ما نمیخوایم این وسط بگیم که آقا حباب تمام شد حباب تمام شد حباب تمام, تمام شد سب میکنیم تا سیگنالش برسه خب اگر هنوز اینجا هستین ازتون از میخوام ویدیو رو لایک کنید و اگر لذت بردین میخوایم بریم سراغ قسمت بعدی خبرم کارم من یه نگاهی به سوالات بندازم ببینم که نگاهی میکنیم و بعدش میریم سراغ قسمت بعدی راجع به بیت کوین میخوایم صحبت کنیم در قسمت بعدی